در همین رابطه علیرضا صلواتی کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما هستند. آقای صلواتی، آیا شرکت‌های نفتی هند شانسی هم برای معاف شدن از تحریم‌ها علیه ایران دارند؟ من میخوام مجموعه بحث رو به سه قسمت تقسیم بکنم و بعد سعی بکنیم که ازش نتیجه گیری بکنیم. مطلب اول این هستش که ببینید، نفت در بازار، نفت موجود و تولیدی در بازار با توجه به مختصات فنی نفت پل سولفور ایران خیلی کم هستش، یعنی این کمبود در بازار هست. نکته دوم این هستش که باید ببینیم که آیا بعد از این سفر هند موفق خواهد شد که استثناء قائل بشه آمریکا برای مبادلات نفتی با دلار برای ایران یا خیر. اگه جواب خیر باشه، به حالت سوم میرسیم که هندوستان هیچ گونه مجوزی از آمریکا دریافت نمی‌کنه برای معامله نفت با دلار در قبال ایران. خب اگه این حالت سوم اتفاق بیفته، در حالت سوم هند یک روش بسیار قدیمی داره که در دهه 80 ازش استفاده می‌کردش برای معامله با اتحاد جماهیر شوروی و اون روش پایاپای بود. این روش پایاپای رو حتی در زمان ریاست جمهوری اوباما که خیلی تحریم ها فراگیرتر بود و تحریم های سازمان ملل بود و به ترتیب امروز تحریم ها فقط از طرف ترامپ اعمال نمی شد، همون موقع هم به معاملات نفتی ایران رو با روپیه انجام می دادن و یا به شکل پایاپای. باید متذکر بشم که با توجه به افت شدید ارزش روپیه، این اتفاق خیلی خوبی هم برای بازار هند خواهد بود، چرا که به تقویت ارزش روپیه منجر خواهد شد و به رونق خیلی بیشتر تولید برنج، برای اینکه برنج یکی از محصولات اساسی بوده طبق اعلامی که وزیر انرژی هند کرده. اما آیا حالا به جز تولید برنج و داستان بالا رفتن روپیه در هند، در نتیجه این روندی که گفتی، در اقتصاد ایران هم آیا تأثیر مشابهی خواهد گذاشت اگر دلار به ایران نیاد و روپیه به جاش به قرار باشه بیاد؟ 100% من میخوام توجه بدم به مقاله فارن پالیسی، مقاله خیلی خوبی بودش که دو روز پیش منتشر شده بود و گفته بودش که این تحریم ها برنده خیلی بزرگی در ایران خواهد داشت و اون هم مجموعه سپاه پاسداران هستش که میتونه اقتصادهای زیرزمینی رو و معاملات قاچاق رو به خوبی هندل بکنه و با وارد نشدن دلار شفاف به اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی بهترین برنده این تحریم ها خواهد بود. و از طرف هندی هم که گفتم به رونق اقتصاد هند خیلی کمک. آقای صلواتی، من جواب سوال اولم رو نگرفتم، آیا احتمال این وجود داره که شانسی برای معاف شدن شرکت های هندی هم وجود داشته باشه؟ کوتاه بگید، ممنون میشم. بله، اگه این مذاکراتی که الان دارن با آمریکایی‌ها انجام میدن به نتیجه برسه، ممکنه که ایران معاف بشه. ولی حتی اگه ایران معاف هم بشه، با به نتیجه نرسیدن FATF این دلارها امکان بانکی به رسیدن به ایران رو نخواهند داشت. یعنی حتی اگه آمریکا هم اینا رو معاف بکنه، هند رو برای معامله با ایران، بدون FATF رابطه بانکی ایران با هندوستان قطع خواهد شد. ما هر دوی اینها رو باید نیاز داریم داشته باشیم برای اینکه دلارهای نفتی. ممنونم از شما آقای صلواتی از اینکه همراه ما شدید. وقت ما...